این نوری قلبیش که آمده است جواب از مشجعه آمده باشه پرداز آمدهش بکنه از چی بازه؟ بابا قرار اول بس فرد صبح سلام 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 کنم متشکر خانم مادر جان شما بلنشین بلنشین راحت باشین آقا جان این قضیه هرچه سریع‌تر باید عمل بشه بنابراین شما در اسرع وقت اقدام کنید مریضتون رو بستری کنید فکر میکنم که هفته آینده عملش میکنید آیا دکتر مادرم از عمل میترسه بفرمایید سلام دکتر امری داشتین؟ شما فعلا مریضتون را بنزین من همینجا هستم بله ببین عزیزم اینجور عملا خیلی ساده است اصلا هم ترس نداره نگه داشتن اون قده تو شکم به مراتب خطرش بیشتره دیگه بنابراین مادرتو راضی کن هرچه زودتر بسترش کنید خیلی ممنون آقای دکتر نهارده بانو انشالله هفته آینده تر عمل کنن که حال کن خدا حافظ آقای دکتر خدا نگهدار شما چهتون شده آقای دکتر این کارا چیه که میکنید واقعا از شما بعیده آقای دکتر شما دستور دادین که 208 باید خالی بشه منم تنها راهی که به نظرم رسید این بود که مریضو بردارم و برم خونم به نظر شما اشکال داره شما همچین راجع به این موضوع صحبت میکنید که انگار هیچ گونه اطلاعاتی راجع به قوانین بیمارستان ندارید جواب داستانا رو کی باید بده؟ مگه قرار نبود که از طریق مددکاری این خانم رو تحویل بهزیستی بدید؟ چرا در کار بیمارستان اخلال میکنه آقای دکتر؟ به نظر شما انسانیت اخلالگریه آقای دکتر؟ این حرفا چیه میزنی؟ مگه میشه یه آدم مریضو بدون مجوز از بیمارستان ببرن خونه؟ میدونی اگه کسو کارش بفهمم میتونن بر علیه من شما شکایت کنن؟ واسه اینکه کار شما غیر قانونیه؟ اینقدر قانون نکن آقا جوادی. قانون؟ کدوم قانون؟ یه مش قواعد خشک و دست و پاگیر رو گذاشتین اسمشو قانون. ببینم تو این چارچوب قانونی شما اصلا جایی برای عاطفه هست یا نه؟ البته که هست. اگر همین قانونی که از نظر شما خشک و دستپاگیره نبود سنگ رو سنگ بند نمیشد حالا شما میخواین فداکاری بکنید خیلی خوب از راه قانونیش وارد بشید در غیر این صورت خیلی سریع باید مریض رو به بیمارستان برگردونید خیلی خوب شما بگید راه قانونیش چیه من باید چیکار کنم سر به سر میذاری آقای دکتر تو خودت بهتر از هر کسی دیگه میدونی راه قانونیش چیه خواهش میکنم تکلیف 208 رو با مددکاری روشن کن چون نمیخوام فردا مشکلی به اسم 208 داشته باشم همین سلام تو کار زندگی نداری؟ کار چرا؟ تا دلت بخواد ولی زندگی نه ترسیدم بدم کسی دیگه بیاره بهت بر بخوره حالا چی هست؟ بازش کن بخون من که بهت گفتم آمادگیشی ندارم پیدا میکنی ببین تو که حال منه میدونی من نمیتونم یه جا بند شم الان پیش تو هم ولی ممکنه بدون خداحافظی بذارم و برم ببین یهو میزنه به سرم دیوونه میشم بیتاقت میشم ممکنه یه ما بزنم به کوه کمر برم تو در داتا برای خودم بگردم ممکنه سر از قهوه خونه ها در بیارم تو نمیتونی منو پابند بکنی من عوض شدنی نیستم اون وقت لطمش به خودت و دستگاهت میخوره باشه همینطوری هم قبولت دارم با همه دیوونه بازیات بذار برو یه ما هم نیو ولی بعدش که اومدی صاف بیا سر کارت مثل بچه آدم کار کن دوباره دیوونه شو اصلا چطوره تو حکمت قید کنم
ریاست امور فرهنگی با حفظ جنون ادواری. خوبه؟ آخه مگه من کیم؟ چیم؟ چرا اینقدر اصرار میکنی؟ تو کی آدم میشی؟ کی مسئول میشی؟ الان که موقع دیوونه بازی نیست، مملکت از تو کار میخواد. کار؟ پس این چیه؟ نوشتن کار نیست؟ کاری که من دارم میکنم خیلی مهمتر از پشت میز نشستن یه امضا انداختنه. اون موقعی که حضور فیزیکی لازم بود، هر جا میخواستن من بودم، هر جا باری برای برداشتن بود دوش من آماده بود. من فقط میخوام بنویسم. کمی نکنه میخوای خودمو بکشم؟ مگه قبلا نمیخواستی به قصد غربت بمیری؟ یک شنبه جلسه معارفه گذاشتم، تر و تمیز مرتب میای با کت و شلوار. میخوای کرواتم بزنم؟ مسخره. هوشنگ خان، شما که اینقدر اختراع و اکتشاف میکنی، آقا جون اقلکن یه چیزی درست کن که منم شبا خوابم ببره. مگه شبا خوابت نمیبره؟ نه والا، از سر شب تا حق صبح از این دنده به اون دنده. خون خراب یه کف دست آسمونم معلوم نیست که اقلکن ستاره ها رو بشمره. باز اقلکن توی ده خوابم نمیبرد ستاره ها رو میشمردم. بی خوابی شب آقا شیر به خاطر فعالیت شدید ذهنیه. راش اینه که وقت خواب فعالیت ذهنیت کاملا متوقف بشه. یعنی چیکار کنم آقا جون؟ یعنی به هیچی فکر نکنی. دست شما درد نکنه، اصل فکر و خیال همون موقع است. همچین که سرمو میذارم رو متکا، تمام فکر و خیال عالم از قدیم تا دیروز میاد جلو چشم، این اونه فیلم سینما. یاد گذشته ها میفتی نه؟ مگه میشه آقا جون آدم یادش بره؟ گلی خانوم خدا رحمتش کنه، بچه ها، سیلی که ناغافل اومد و همه رو با هم ورداش بود، بچه تو نهنو، دختر یه دسته گل. ما هم بالاخره یک کف دست دل داشتیم با هزار آرزو و حسرت. ای بابا، سلام علیکم آقا جون. سلام علیکم آقا شیر. شما بفرمایید من خودم میبندم. دست درد نکنه. خیلی ممنون. آقا جون بدش من کمک کنم. دست درد نکنه آقا شیر، خودم میبرم. شما پیرمردی، کمرت درد میگیره، بدش به من. پیرمرد خودت، این مرد حسابی. من هنوز 40 تا جوون مثل تو رو حریفم. بده، من مرد حسابی، مگه کار نداری؟ برو به کارت برس. هرچی شما سلام بدونی. آقا جون بیام کمک. برو بابا. سلام علیکم. سلام از خراب. سفارش منوچهر خان آوردم. سفارش منوچهر؟ آره، برنج. ولی من که برنج نخواسته بودم. بله، آخه منوچهر خان به این همسایه مغازه ما معامله داره، برنج هر سالتون از اونجا میگیره. تا اونجایی که من یادم میاد. شما به این چیزاش کاری نداشته باشید، فقط بفرمایید که
جایی بره تا کجاست؟ ببخشید. خسته نباشم. خانم محافظه کجا؟ رفتن لباس عوض کنم. خدافظ خانم شوابی. خدافظ. مهتا وایسادی. اگه نمیخواستی همه حقیقت رو درباره این زن بدونی، خیلی خوب، همه حقیقت اینجا اتفاق افتاد. توی این شب بارونی، همون شبی که فرداش روز عروسیمون بود. نیمه دوم حقیقت رو که میدونی، یه زن وسط خیابون افتاده بود. من رسوندمش به بیمارستان و از مرگ نجاتش دادم، اما نیمه اول حقیقت رو از همه پنهان کردم، مثل یه راز.
پارشو نکنی مامان. نه پارش نکن. بارکل پیداش نمی کنم. با تو اما میگم پیداش نمی کنم. چی رو؟ این لغت سیمبر نمیدونم معنیش چیه، تو هیچ فرهنگ گیلکی هم نیست. ببین قرار نیست امروز که خونه این مزاحم کار من بشی. خواهش میکنم به جستجود ادامه بده، با منم حرف نزن. تا نگی نمیذارم کار کنی. خیلی خوب بهت میگم. خب بگو. ببین اول چشماتو میبندی، بعد دستاتو باز میکنی، پنج دور دور خودت میچرخی و زیر لب میگی عجی مجی لا ترجی کاتی کوتی کلماتی، بعد وامیسی دستاتو میندازی، چشماتو باز میکنی، بعد ساکت میری یه گوشه میشینی تا معنی سیمبر برات الهام بشه. بیمزه. منو بگو که نشستم ببینم تو چی میخوای بگی. آخه وسط این همه کار، اونم کار پاک نویس که هم مزخرفه هم خسته کننده، از من میپرسی سیمبر چیه؟ آخه من از کجا بدونم عزیز من؟ مگه من لغتنامه‌ام؟ خب یه کلمه میگفتی نمیدونم. بابا جانم. با منم از این بازی ها میکنم. آره بابا جون، ولی باشه برای بعد. خب حالا برو بشین. من که فکر نمی کنم معنایی داشته باشه. چرا نمیری از خودش بپرسی؟ خودش که چیزی یادش نیست. تو از کجا میدونی؟ شاید یادش باشه. مهتاب جون، مادر اون اینه که من نرو تلویزیون به هم بده. قربون دستید. مادر جون چرا خودتون رو خسته میکنی؟ این برنج خیلی کار داره، من بعدا سر فرصت پاکش میکنم. خسته نمیشم مادر، بیکاریه که خستم میکنی. تو به کارات برس، منم یواش یواش اینو پاکش میکنم. میزنی چی میگه؟ نمیفهمم. تبجه داری؟ چی میگی؟ تبجه. نمیفهمم چی میخوای. سلام. سلام. بیا تو که به موقع رسیدی. چطور؟ آخه داره حرف میزنه، ببین چی میخواد. چی خواهی؟ ایتا سفره فدن. یه سفره میخواد، الان براش میارم. تیزایه؟ آها جمزایی داری؟ بیا اینم سفره. چه خوشگله، گیشه منه. چی گفت؟ هیچی، میگه کوثر مثل عروسک میمونه. بزنم به تختی، امروز قد تمام روزایی که اینجا بوده حرف زده. دیشب فکر کردم مثل بعضی از این فیلم ها که به همچین مریض های شوک میدن، خب ما هم یه شوک بهش بدیم، اما نمیدونم درسته یا نه.
راه درست اینه که تحت نظر روانکاو باشه. به نظر من که تا حالا خیلی خوب پیش رفته. تو دنی سیمبر چیه؟ تو هم معنیشو نمیدونی؟ نه، تو فرهنگ گیلکی هر چی میگردم معنیشو پیدا نمیکنم. فکر نمیکنم معنی داشته باشه، همینجوری یه چیزی گفته. نه، شک دارم. آخه گیلکی با لهجه‌های مختلفی صحبت میشه، ممکنه یه جای دیگه از گیلان این جمله معنی داشته باشه. واسه همینه میخوام مطمئن بشم. همش تقصیر این آقای شیری. سلام علیکم جعفر آقا، چه عجب یاد ما کردی؟ حالا اینو چیکارش کنم؟ من چه میدونم؟ چرا از من میپرسی؟ پس از چی بپرسم؟ از شماره 12. اگه شما آشغال باغا نمیریخته تو جو، منم نمیومدم زور بزنم با دسته جارو آشغال رد کنم، دسته جارو بشکنه. آخه مرد حسابی، به این چهار تا گلدون شکسته میگی باغ بی انصاف؟ من حالیم نمیشه، دسته جاروی بنده به خاطر شما شکسته. خیلی خوب، بدش من الان با چهار تا میخواسته تعمیر. دسته جاروی تعمیری به درد نمیخوره. چی به درد نمیخوره؟ شما سربازی نرفتی؟ جوون بودم یه دفعه رفتم. میشه دسته تفنگ سرباز بشکنی شما تعمیر کنی؟ جناب سرهنگ چی میگی؟ آخه دخلین وار، مرد حسابی جاروی تو چیکار به قنداق تفنگ داره آخه؟ اینم این تفنگ ما میمونه دیگه مرد حسابی. حالا جلو جواب شهرداری من چی بدم؟ مرد حسابی هم خودتی، اینم اینقدر جلو چش من نگی بگی اون وار. ببخشید. سلام علیکم خانم. سلام آقا شی. غلط نکنم خبرهای خوبی داریم. کار پیدا کردیم. الحمدلله، هزار کروش شکر. به سلامت. حالا من اینو چیکارش کنم ها؟ دیدی؟ چیو؟ اکرم خانومو. خب میخندی؟ اشکالی داره؟ مردم خندم نمیتونم بکنن. چرا انقدر خونه خودتو کثیف میکنی؟ بیا بریم یه چای بخوریم واسهت بگم. چای؟ بیا. چای؟ شما چیز دیگه خونت نداره؟ نسکافه چیز؟ بیا از نسکافه بهترشو دارم. مامان. جان مامان، شما کی میریم؟ پس فردا عزیزم. پس فردا که خیلی دیره. چرا پس فردا خیلی دیره؟ میخوام خونه خاله فریده با پسر سامان بازی کنم. خیلی خوب، ما وقتی خواستیم بریم تو رو میبرم میذارم خونه خاله فریده. حالا میشه امروز بریم؟ ببین باز اومدی بزنی زیر قول و قرارامونا. آخه من امروز خیلی گرفتارم، کار دارم، نمیتونم از خونه برم بیرون. آقا من میخوام برم. بدجنسی نکن دیگه کوسر. آخه اگه تو الان بری من و بابا دلمون برای تو تنگ میشه. آخ جون، بابا من حالا میام به بابا میگم منو بر خونه خاله فریده. سلام، حالت خوبه؟ مامانت هستم؟ بله. میشه بگی بیام؟ سلام. سلام، بفرمایید. خیلی ممنون. نمیدونم چجوری تشکر کنم، قابلی نبود.
سلام آقای دوزی. خانم حافظی؟ بله. بالاخره تکلیف 208 چی شد؟ آیا با مددکاری هماهنگی شد؟ بله، خودم باشون صحبت کردم. خب، کی قرار شد برش گردونی؟ با اجازتون موافقتشون رو گرفتیم تا یه مدتی پیش ما بمونن. بسیار خوب، اما من از کارهای دکتر ایزدی سر در نیاوردم. موفق باشید. متشکرم. باشو بابا، ده با بلنگو سراز کرده، ملاقات داری. باشو. دوباره عکسشو چاپ کردم. چه فایده؟ همون چند روز اول بود که تلفن کردم. مرسی مادرشو. دیگه کسی تلفن نمیکنه که. بالاخره بی تاثیرم نیست. این تنها کاری که از دستمون برمیاد.
احسان، احسان، پیدا کردم، پیدا کردم احسان. چرا مثل عرش میدوست داد میزنی؟ آخه سیمبر رو پیدا کردم. از کجا؟ تو این کتابه. دهیست در 16 کیلومتری جنوب غربی رشت. آخ احسان، اگه بدونی چه حالی شدم وقتی پیداش کردم. دلم میخواست پر بکشه. فکر میکنم دکتر بیشتر از همه از این کشف خوشحال میشه. معلومه، اصلا میخوام برم بهشون خبر بدم. تو خونه اینا داد نزنی پیداش کردم عرش میدوز. باشه باشه. تو دنی سیمبر کویاییسه؟ میدینم خاخور جان، یعنی تره هیچی یاد نیه؟ تو سیمبر شینی مگر نه؟ من های شینم، حاج خانم و دخترم، خودش مرا بگفته. خود قصه نکن مادر چون مثل که فایده نداره. تو چرا تنهایی؟ میزکگی به خانه خفته. دخترم یادشه خانم جان. یعنی داره خوب میشه؟ تو شما کی تصمیم داریم بریم؟ والا اگه خدا بخواد فردا صبح. پیشنهاد میکنم شما هم چند روز مرخصی بگیر. اگه سیمبر محل زندگیش باشه میتونی راجبش تحقیق کنی. بالا من حرفی ندارم، فقط مسئله اینه که این هفته حتی یه روزم واقعا نمیتونم بیمارستان رو ول کنم. آخه دکتر مویزی رفته خارج سمینار، کارهای مطبش هم افتاده رو دوش کیهان. چرا نمیبرینه تو شهر خودش؟ اسمش چیه؟ سیمبر حاج خانم. شاید اونجا یه چیزایی یادش بیاد، شاید آشنایی باشه. اونجا بردنش درست نیست، اگه خانوادش بعد از این همه مدت اینطوری ببیننش ممکنه هزار جور اتفاق بیفته. بالاخره که چی؟ تا ابد که نمیشه حقیقتو قایم کرد. به نظر من هر چی زودتر خانوادشو در جریان بذارن بهتره. البته ما هنوز زیاد مطمئن نیستیم که اهل اونجا باشه. حالا که فردوسیون آقا احسان دارن میرن رشت، اگه زحمت نیست خوبه برن تو محل و پرسجویی بکنن. آره آره، منم اتفاقا ترجیح میدم اول یک تحقیقاتی تو محل راجع به خانوادش بکنی، بعد اون وقت هفته آینده با اتفاق مهتاب را میفتیم میبریمش سیمبر. البته اگه شما قبول این زحمت رو بکنید. نه تنها برای ما زحمتی نیست، بلکه خوشحالم میشیم. میشه یه عکسشو به ما بدین؟ فکر کنم اونجا خیلی به دردمون بخوره. خب چیز دیگه نمیخوای؟ نه، فکر کنم انگیزه خوبی برای سفر پیدا کرده باشی. به هر حال انگیزه اصلی یادم نمیره. خواهش میکنم احسان، اینقدر راجع به این موضوع فکر نکن. مگه میشه فکرشو نکنم؟ فقط برای خودم متاسفم. چرا؟ فکر میکنی چون من یه زنم نباید تو اداره زندگی نقشی داشته باشم؟ تو چرا این حرفو میزنی؟ خوب میدونی که من برای این خزعبلات ترم خورد نمی کنم. ببین احسان، من از زندگیم راضیم با همه پیچ و خم و سختیاش. آینده تو هم خیلی درخشان میبینم. خواهش میکنم دیگه زیادی بدون روغن سرخش نکن. بیا اینم بذار تو سرکه. اون که اصلا نمیشه، این اصلا کتابخونه است، تو لیستم وارد نشد. خب نمیخوام بفروشمش که، میخونم بعد پست میدم. آخه اگه فروختی چه کار کنم؟ نگران نباش، با هم خرجش میکنم. خیلی. Thank you.
سلام علیکم. بنده سلام علیکم. بفرمایید. اجازه است. بسم الله، بفرمایید. چای خدمت شما بیارم. میشه جانتون. شنیده بودم زلزله کلن اینجا رو خراب کرده. آره قربانت بشم. خراب کرده. خراب. خدا را شکر یه مقدار آبادانی شده. اونایی که موندن یک آلونکی ساخت. ببینم جناب علی از تهران تشریف میآورید؟ بله. عرضم به حضور شما، شما که امروز این ده را به این حال روز میبینید قبل از زلزله بفرمایید دست شما درد نکنه. دکتر جان، دکتر جان شما. عرضم به حضور شما که بنده کاری نیستم. کاری نیستی؟ نه. یعنی همینجوری سیر سیاحتی تشریف آوردید؟ بله. خیر سلامتی انشاءالله. ببینم عمو، شما این خانمو میشناسین؟ کدوم خانم؟ قصه‌گل آقا، قصه‌گل آقا بیایه. شباهتی به انسیه نمیده؟ والا من چشام خوب سو نمیده. پیری و هزار در دلت خودشه ایزی. این عکسش تو روزنامه چی کار میکنه؟ پس میشناسیدش؟ البته که میشناسم. از زمانی که یک بچه بچه بود جلوی چشم ما بزرگ میشد تا زمانی که خود صاحب اولاد شد هر روز خدا میدیدم. خدا رحمتش کنه. خدا رحمتش کنه. اما اون که نمرده، زنده است. زنده است؟ من که تعجبم. کجاست؟ تهرانه. الله اکبر. محمد آقای بدبخت 4 ماه آزگار دنبالش گشت. انگار آب شده بود رفته بود توی زمین. این محمد آقا کیه؟ شوهرش. پس انسیه تنهایی رفته بود تهران؟ نه عمو جان، با هم آمده بودن برای مداوا. مداوای کی؟ چند سال پیش که زمین لرزه آمده بود به قدرتی خدا اونا طورشون نشد. تو پس لرزه خونشون آمد پایین. پدر مادر انسیو و خارش زیر آوار مدفون شدن. تو زمین لرزه دوم سیمبر به طور کلی در بداغان شد. از اون سر به بعد انسیو خانم حواس پرتی پیدا کرد و کاملا جود شد. جود جود جود؟ بله جود. آقاس آقا، آقاس آقا، تهرانیان جوده چی گیدی آقا؟ یعنی زبانش بند آمده بود. بله، دیگه از اون موقع به بعد محمد آقا گرفتار انسیه میشه. های این دکتر، های اون دکتر. بالاخره میبرش تهران. خب. یک شب مونده به موقع برگشتن، انسیه گم میشه. گم میشه؟ چطوری گم میشه؟ محمد آقا توی مسافرخانه اتاق گرفته. میره سوغات بخره. انسیه رو تنها میذاره. موقعی برگشتن میبینه انسیه نیست. حالا چقدر میگرده خدا میدونه. پلیس هم نتوانست پیداش کنه. عجب.
حالا من چطوری میتونم این محمد آقا رو ببینم؟ خونش کجاست؟ هیها چه خانه ای آقا، نساخته ول میکنه میره. کجا؟ میگن رشت، تو یک چوبوری کار میکنه، بنده خدا شبام همونجا میخوابه. البته جایگاهشو مشت موسا میدونه. مشت موسا دیگه کیه؟ همسایه قدیمی شد. خونش همون راسته آخره، در پنجرش هم آبی، معلومه. خیلی ممنون. مهمان من آقا. تشکر. آقا، بالاخره نگفتی این سیه چطور شد؟ منم با شما میام بین را برام تعریف کنم. بفرمایید.